اینجا در ولایت پنجشیر در همین چهارا منار به منظور یادبود از قهرمانان ملی کشور و شهدای راه آزادی بنا می‌گردد و در زیبایی این شهر همچنان می‌افزاید. این اولین منار تاریخی در شهر ولایت پنجشیر است که پایه‌گذاری می‌شود تا در این گذرگاه نام آزادی به فراموشی سپرده نشود و در کنار آن قهرمانی‌های شهدای این سرزمین جاویدان بماند. اساس یک مسئله گذاشته شده که مشارکت مردم نشان میده، یعنی مشارکت حکومت در طرح و دیزاین این منار آزادی امرای ولایت پنجشیر هم کاری کرده و یکی از سرمایه‌دارای پنجشیر که آقای فدایی که برادرشان شهید شده قبلا در عملیات انتحاری در دانه پنجشیر، اونا حاضر شدن که امی پول سرمایه گذاری کنن. بنابراین از وقتی که من اینجا آمدیم حدود 10 ماه اولین موردی است که یک پروژه بزرگ که در اینجا به ارتفاع تقریبا 30 متر جور میشه. بنابراین موقعیت استراتژیک ولایت پنجشیر بر سر زبان هاست و تاریخ گواه رویدادهای عظیم در بخشای آن است، اما آیا از بطن ایجاد این ولایت بر راستی کارهای زیربنایی که مردم از حکومت مرکزی توقع داشتند برآورده شده است؟ خسارات زیاد را متحمل شده و ای به یک بازسازی جدی ضرورت داشت که توجه بیشتر دولت خواهان بودیم که همکاری میکرد، اما نسبت کمکاری های دولت نتارستن او بازسازی که به ولایت پنجشیر صورت میگرفت از صورت گرفته باشن نشده. از سوی هم مقامات محلی این ولایت از فشار آوردن بالای حکومت مرکزی سخن زده تاکید دارند، برنامه های مهم انکشافی را روی دست دارند. یک تعداد پروژه یا یک تعداد برنامه‌ای بوده که شاید تکمیل نشده یا جدیداً ابتکار شده و طرح شده، که از جمله مثلا کلانترین شفاخانه 100 بستر پنجشیر از دولتی که اساسش فعلا مانده شده و انجنیر صاحب در تدارکات است و حکومت مرکزی توقعی که داشتیم را انجام داد. رادیو تلویزیون که شما از بخش مطبوعات هستین، اینو فکر می‌کردین که در پنجشیر تا بال یک دقیقه چیزی به نام پروگرام تلویزیون یا رادیو کس نداشت دولتی؟ و اینو پیشنهاد شد دمای دلو حکومت مرکزی را فورا قبول کردن، پاسخ دادن، اونم تپه سالار را شهیده که میبینین شما در اونجا جور میشه. گذشته از این، مردم این مرز بوم در تمامی برنامه های زیربنایی به ویژه تامین امنیت این ولایت سهم گسترده دارند، اما اینان انتظار عملی شدن تعهدات حکومت مرکزی را میکشند.